کلاغ پیر، نویسنده الکساندر لانج کیلاند، مترجم صادق هدایت، ناظر ضبط فرهاد عزیزی، راوی صنم صالحی، صداگذاری افشین مرادپور، مدیریت برنامه فرشید رشیدا، تهیه کننده بنیاد آینه. آن بالا بر فراز جنگل کلاغ کهنسالی پرواز می کرد. او فرسنگ ها به سوی شرق می پیمود تا کنار دریا گوش خوکی را که در زمان فراوانی پنهان کرده بود از زیر زمین بیرون بیاورد. حالا آخر پاییز بود و چیز خوراکی پیدا نمی شد. وقتی یک کلاغ می پرد، بابا پر هم گفته باید دور خودشان را نگاه بکنند تا دومی آن را هم ببینند. اما این کلاغ یکه و تنها بود و آسوده خاطر در هوای نمناک با بالهای نیرومند و سیاه مانند زغالش سیخکی به سوی شرق می پرید. ولی کلاغ در همان حالی که آرام و اندیشناک پرواز می کرد، چشمهای تیزبین او به دور نمایی که پایین او گسترده شده بود می نگریست و قلب پیرش از خشم لبریز شده بود. هر سال کشتزارهای کوچک به رنگ زرد یا سبز آن پایین زیادتر و فراختر می شد و جنگل را خورده خورده فرا می گرفت. بعد هم خانه های کوچک با بام های سرخ و دودکش های کوتاهی که دود زغال از آن بیرون می آمد پدیدار می شد. همه جا آدم ها و هر سو کار آدمی زاد. دوره جوانیش را به یاد آورد. چندین زمستان از آن می گذشت. آن وقت به نظر می آمد که این سرزمین به خصوص برای یک کلاغ دلیر و خانوادهش درست شده. جنگل بی پایان گسترده بود با خرگوش های جوان، گروه بیشمار پرندگان کوچک و کنار دریا مرغ های آبی با تخم های درشت قشنگ و هر چه دلشان می خواست. ولی اکنون به جای اینها چیز دیگر دیده نمی شد مگر خانه ها، لکه های زرد کشتزار و سبز چمنزار، و انقدر کم چیز پیدا می شد که یک کلاغ پیر نجیب زاده باید فرسنگ ها بپیماید تا یک گوش پلید خوک را جستجو بکند. آدم ها، کلاغ پیر آنها را می شناخت. او بین آدم ها بزرگ شده بود، آن هم بین اشخاص بزرگ. در یک ده اشرافی نزدیک شهر بود که دوره بچگی و جوانی او گذشته بود. ولی هر دفعه که از آنجا می گذشت در آسمان خیلی بالا پرواز می کرد تا او را نشناسند. هر وقت که در باغ سایه زنی را می دید گمان می کرد همان دختری است که او را می شناخت. با سفیداب روی گونه هایش و گرمایی که بیخ گیسویش زده بود، در صورتی که حقیقتاً او همان دختر بود ولی با موهای سفید و لچک بیوه زنها به سرش. آیا او پیش این اشخاص ممتاز خوشبخت بود؟ تا اندازه ای آری، چه در آنجا به اندازه فراوان خوراک داشت و می توانست خیلی چیزها را بیاموزد، ولی در هر صورت آنجا برایش زندان بود. سال اول بال چپ او را چیده بودند،
بعد هم بالاخره چنان که آن آقای پیر می گفت یک زندانی التزام داده بود. همین التزام بود که او زیرش زد و یک روز بهار این اتفاق افتاد. چون یک زغن سیاه درخشانی را دید که از روی آسمان پرید و گذشت. مدتی بعد چندین زمستان گذشته بود. او به قصر برگشت، ولی بچه‌هایی که نمی شناخت به سوی او سنگ پرتاب کردند. آقای پیر و دختر جوان آنجا نبودند. با خودش گفت لابد آنها رفتند به شهر. چندی بعد آمدند و همان پذیرایی را از او کردند. پس کلاغ پیر چون در این مدت او پیر شده بود، حس کرد که ته دلش از این پیش آمد مجروح شده. حالا او پیوسته خیلی دور از بالای خانه پرواز می کرد، چون نمی خواست که سر و کارش با آدم ها باشد. آقای پیر و دختر جوان اگر مایل بودند می توانستند چشم به راه او بمانند، زیرا کلاغ مطمئن بود که آنها انتظارش را دارند. او آنچه نزد اینها آموخته بود فراموش کرد. همچنین لغت‌های آنقدر سخت فرانسه را که آن دختر در اتاق پذیرایی به او یاد داده بود و اصطلاحات آنقدر تند و زننده‌ای که او پیش خود در آمیزش با نوکرها و خدمتکارها فرا گرفته بود. در خاطرش دو جمله بیشتر نمانده بود که نماینده دو قطب دانش گمگشته او به شمار می آمد. و وقتی که سردماغ بود گاهی اتفاق می افتاد بگوید خانم سلام، ولی هنگامی که خشمناک می شد فریاد می زد خاک به گور شیطان. در هوای نمناک تند و خدنگ می پرید. کله سفید پشته های کنار دریا را که از دور می درخشید دید. در این هنگام یک لکه سیاه بزرگی به چشمش خورد که آن پایین ممتد می شد. این باتلاق بود. اطراف آن روی بلندی ها خانه هایی وجود داشت، ولی روی هامون که یک فرسنگ درازای آن می شد هیچ نشان آدمیزاد پیدا نبود. توده های زغال و در انتهای آن تلهای کوچک سیاه دیده می شد که بین آنها چاله های آب تلعلو می زد. کلاغ پیر فریاد زد خانم سلام، و روی هامون شروع کرد به رسم کردن دایره های بزرگ. آهسته و با احتیاط پایین آمد و در میان مرداب روی کنده درختی نشست. آنجا تقریباً مانند روزهای باستان دنج و خاموش بود. در گوشه و کنار جاهایی که زمین کمی خشک‌تر بود، ریشه‌های بزرگ از هم گسیخته خاکستری از زمین بیرون آمده، مانند ریسمان گره خورده به هم پیچیده بودند. کلاغ پیر پی برد که پیش از این در اینجا درخت بود، ولی اکنون نه جنگل، نه شاخه و نه برگ، هیچ کدام نبودند. تنها تنه درخت ها در زمین سیاه و نرم مانده بود، ولی بیش از این ممکن نبود که تغییر بکند. باید به همین شکل بماند. آدم ها کاری از دستشان بر نمی آید. کلاغ پیر کمی در هوا بلند شد. خانه ها از اینجا دور بودند. میان مرداب به قدری مطمئن و آرام بود که دوباره نشست و پرهای سیاه خود را با توکش براق کرده چند بار گفت خانم سلام، خانم سلام. ولی ناگهان از خانه‌ای که نزدیکتر از همه بود دید چند نفر آدم با یک عرابه و یک اسب می آیند. دو بچه هم به دنبال آنها افتادند و راه پر از پیچ و خمی را ما بین تپه ها در پیش گرفتند که آنها را به مرداب راه نمایی می کرد. کلاغ فکر کرد آنها به زودی خواهند ایستاد، ولی آنها نزدیک می شدند. پرنده پیر هراسان شد، چون خیلی شگفت انگیز بود که آنها جرأت کردند آنقدر دور بروند.
بالاخره ایستادند. مردها تبر و بیل برداشتند. کلاغ دید که به کنده درختی میزنند که میخواستند آن را از زمین در بیاورند. با خودش گفت به زودی خسته خواهند شد، ولی اینها خسته نمی شدند و با تبرهای تیز برنده که کلاغ می شناخت پیوسته می نواختند. آنقدر زدند که آخر کنده به پهلو خوابید و ریشه های بریده خود را در هوا بلند کرد. بچه ها از جوی کندن در بین چاله ها خسته شده بودند. یکی از آنها گفت این زاغی رو ببین. سنگ برداشته و پاورچین پشت تپه کوچکی رفتند. کلاغ خیلی خوب آنها را می دید، ولی آنچه تا کنون دیده بود خیلی بدتر بود. هر کس پیر و سال خورده بود، هیچ جا آرامش و آسودگی نداشت، آنجا هم به همچنین. در این مرداب نیز ریشه های خاکستری درخت هایی که کهنسال‌تر از پیرترین کلاغ ها بودند و آنقدر سخت در زیر زمین متحرک به هم پیچیده بودند، آنها نیز می بایستی جلوی تیغه تبر تن به قضا بدهند. در این وقت بچه ها خوب نزدیک شده بودند و خودشان را آماده می کردند که سنگ ها را بیاندازند. او با بالهای سنگین خودش پرواز کرد، ولی در همان حالی که در هوا بلند شد، آدم‌هایی را که مشغول کار بودند و این بچه‌ها را که آنجا احمقانه با دهان باز مانده به او نگاه می‌کردند دید. پرنده پیر حس کرد که خشم گلوی او را فشرده، پس مانند عقاب روی بچه‌ها فرود آمد و همان وقتی که بالهای بزرگ خود را در گوش آنها به هم می‌زد، با آواز ترسناکی فریاد زد: خاک به گور شیطان! بچه‌ها فریاد زننده‌ای کشیده روی زمین افتادند. وقتی که جرأت کردند سرشان را بلند بکنند، دوباره همه جا خلوت و خاموش شده بود. تنها از دور یک پرنده سیاهی پرواز می‌کرد. آنها تا آخر عمرشان مطمئن بودند که شیطان به صورت یک پرنده سیاه با چشمهای آتشین در باطلاق به آنها جلوه کرده بود. ولیکن این چیز دیگری نبود مگر یک کلاغ پیر که به سوی شرق پرواز می کرد تا گوش خوکی را که چال کرده بود از زیر زمین بیرون بیاورد. مرداب حبشه، نویسنده گاستون شرو، مترجم صادق هدایت، ناظر ضبط فرهاد عزیزی، راوی سنم صالحی، صداگذاری افشین مرادپور، مدیریت برنامه فرشید رشیدا، تهیه کننده بنیاد آینه.
طرف صبح که ما کنار مرداب رسیدیم، روی فرش خلوت بود. در اثر طوفان شب پیش، زمین هنوز نمناک بود و پرندگان زیادی آنجا دیده می شد. ناگاه ماده آهوی کوچکی بی سر و صدا از میان سبزه ها پدیدار شد و این خود غریب می نمود. چه در این ساعت هنگام آب خوردن آهوها نبود؟ پوزه سیاه قشنگش را بالا گرفته هواخوری می کرد. گوشهای پهن او تکان می خورد. پس از آنکه مطمئن شد به سوی آب رفت. گردنش را دراز کرده وارد مرداب گردید و مشغول آشامیدن شد. در این وقت ما برآمدگی غیر طبیعی شکمش را دیدیم. این حیوان آبستن و زاییدنش نزدیک بود. او خیلی آهسته می نوشید. گاهی سرش را از آب بیرون می آورد و با حرکت تند و ناگهانی که به او حالت بی صبری می داد نفس تازه می کرد. پشت سرش نیها تکان خورد و یک آهوی نر که جفت او بود پیدا شد و موموی آهسته که مانند زمزمه ملایمی بود کرد. ماده آهو رویش را برگردانید. آهوی نر نزد ماده خود آمد. او را بویید و از روی بیمیلی یک جرعه آب با او نوشید. اول ماده آهو برگشت و جفت او به دنبالش افتاد. ماده آهو جای شنزاری را انتخاب کرد. دستهایش را تا نموده با احتیاط دراز کشید. طوری واقع شده بود که ما آشکارا برجستگی شکمش را می دیدیم. با دوربین لبهای سیاه حیوان کوچک زیبا که آهسته نشخوار می کرد پیدا بود. به نظر می آمد که نگاه دلربای او متوجه چیزی نبود. آهوی نر پهلوی او ایستاده، گاهی پف پف می کرد و دم کوچکش تکان می خورد. ماده آهو دوباره بلند شد. رفت آب نوشید و هر بار به همان جای اولش برگشت و به همان وضع خوابید. آهوی نر از او جدا نمی شد و هر لحظه صدای زمزمش به گوش ما می رسید. به جفت خودش که می نگریست زمزمه می کرد. او را می بویید، بعد کمی دور می شد، گردش می کرد، سرش پایین بود. کمی سبززار باب دندان پیدا نموده مشغول چریدن شد. ناگهان راهنمای ما که نزدیک من بود به آرنجم زد. آهسته گفت: داوید. داوید یعنی مار. این یک مار بود با تنه اژدها. چگونه آنجا آمده بود؟ آیا از بیشه آمده یا از لای دوتا سنگ بیرون لغزیده بود و تا کنون زیر سایه پنهان بود که ما او را ندیده بودیم؟ آهسته می‌غلتیم. به طور نامحسوس مانند بلای ناگهانی می‌لغزید و هنگامی که با ماده آهو یک گز فاصله داشت به جای خودش خشک شد. سرش را که بالا گرفته بود یک مرتبه بلند کرد و به شکل یک چوب دستی در آمد که موازی با زمین بود. تن دراز او به هم کشیده شد، چند بر زد و بدون حرکت ماند، به طوری که با دوربین تنفس آهسته او را نمی توانستیم تشخیص بدهیم. ماده آهو سرش را برگردانیده به او نگاه می کرد. در ده قدمی جفت اونی سر جایش ماند و خیره به او مینگریست. شاید 10 دقیقه گذشت. ما طوری واقع شده بودیم که نمی توانستیم او را با گلوله بزنیم. بعد راهنمای بومی در گوشم گفت: می خورد. ما او را زنده می گیریم. ناگاه کله مار مانند گلوله توپ روی گردن غزال فرود آمد و به اندازه این کار جلد و چابک انجام گرفت که ما حمله او را ملتفت نشدیم. پیش آمدی هولناک روی داد. پرده نمایش شروع شد. مار 3 حلقه دور تن ماده آهوی خوابیده که پاهایش را با حرکت‌های مرتب مانند تپش قلب به دشواری تکان می‌داد زد. آن وقت آهوی نر با 2 جست کوتاه در رسید. خودش را جمع جور کرد.
سر خود را به سوی جانور خزنده پایین گرفت، پس رفت پیش آمد و دو شاخ به او زد. اژدها دهن خود را از گلوی شکارش برداشت، سرش را به سوی جانور گستاخ گرفت و به او نگاه کرد. آهوی نر سر جایش خشک شد، ولی حلقه های مار آهو را فشار می داد و پاهای شکار که به هوا بلند شده بود دیگر تکان نمی خورد. ما دیدیم که از تن شکنجه شده ی ماده آهو توده ی تیر فامی بیرون آمد که از خون می درخشید و به روی شنزار افتاد. اژدها سرش را روی سر ماده آهو گذاشت، مثل اینکه او را نوازش می کرد. تن دراز او به طور نامحسوس تن شکار را فرا گرفته روی آن سنگینی می نمود و منتظر بود حلقه های تازه‌ای دور او بزند. یک توده تیر رنگ کوچک دوباره از تن ماده آهو بیرون آمد، ولی تولد ناگوار انجام نگرفت. در این وقت آهوی نر گردنش را با بی‌صبری تکان می‌داد و پایان این پیش آمد ترسناک و بچه خود را که می‌جنبید می‌نگریست. بعد جلو رفت و او را لیسید و زمزمه‌های کوچک کرد. در این مدت اژدها بر فشار خود افسوده بود و بدون اینکه ما ببینیم چگونه این کار را صورت داد، تن او دور شکارش مانند فنر پیچیده بود. سرش را به سوی مرداب گرفت و با تنه خود شکار خیش را که می فشرد و از ترکیب انداخته بود به همراهش می کشید. دهن بازمانده ماده آهو با زبان بیرون آمدهش پیدا بود. به این ترتیب دو جانور که یک تن بیشتر نداشتند داخل آب شدند. آهوی نر آرایش بچهش را تمامی کرد و به آب که گاه گاهی پیچ و خم مسی رنگ جانور خزنده از رویش پدیدار می شد می نگریست. ما از تماشای این دو نمایش به جای خودمان بی حرکت مانده بودیم. دسته های پرندگان می آمدند، آب می نوشیدند و شنا می کردند. طبیعت منظره خاموش و آرام به خود گرفته بود. ما دیدیم که بچه آهو سر پا ایستاد، روی پاهایش پیلی پیلی می‌خورد، سرش را تکان می‌داد، مانند اینکه خودش را برای حرکت آماده می‌کرد. آهوی نر او را با فشار پوزه نرم خود به سوی بیشه می‌راند. سپس هر دو داخل بیشه شدند. مدتی بعد دیدیم اژدها از آب بیرون آمد. چنبرهای او از هم باز شده بود. دم او روی ماسه کشیده می شد و باقی مانده تنه آهو را به دنبال خودش می آورد. وقتی که تنه ماده آهو نمایان شد، ممکن نبود که شکلش را تشخیص بدهیم. سر نداشت و تن زیبای او با استخوان خرد شده به شکل یک کیسه شل و سرخالی در آمده بود. اژدها بیش از یک ساعت طول داد تا خوراکش را تمام بکنه. آدم‌های ما که راهنما خبر کرده بود با قلاب و ریسمان رسیدند. خزنده بزرگ مانند مرده لمس و باد کرده از حال رفته بود. دهنش از کار افتاده و بی حرکت بود. غروب آفتاب که شد، در همان نزدیکی روی زمین ماسه‌زار کوچک رد پای یک گل آهو را پیدا کردیم. اگرچه کمی دور بودند، ولی آنها را دیدیم. پنج ماده آهو با آنها بود که بچه به دنبالشان می دوید و بچه آهوی یتیم با یکی از آنها بود.